खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानिया। हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। تبریک میگم. خیلی ممنون. گوش کن، بیشتر از خودت مراقب خواهرم باش. میدونی که از بچگی تا الان همیشه ازم کتک خوردی، یادته؟ تلاش میکنم که دیگه به این چیزا نیاز نشه. بازم تبریک میگم. میدونی فازه، دخترای ابرار درست مثل اروج برای من عزیزم. منم ازتون همین توقع دارم. اونی که برای شما عزیز باشه چطور میتونه برای من غریبه باشه؟ بله، عابد واقعا دختر دوست داشتنیه. ما با هم حسابی از فراز مراقبت میکنیم، مگه نه دخترم؟ درست میگم؟ ممنونم خاله. اگه مامان بابا امروز بودن خیلی خوشحال میشدن، شما حرف دلشون رو زدین. ولی هر وقتم خواستین میتونید گوشاشو بکشین. اروج توی؟ سلام عابده. سلام اروج. بهت تبریک میگم. وقتی پدر و برادرم میتونن اینجا باشن، پس چرا من نتونم؟ هرچی تو گذشته بود میخوام همش رو فراموش کنم. راستی من با یه نوازنده صحبت کردم، بالاخره جشن عروسیه، باید تا میتونیم شادی کنیم، مگه نه؟ خیلی عالی، من که اینجا فقط یه مهمونم، شما بچه ها جشن بگیرین. ممنون دختر. خیلی ممنونم که اومدی اروج. Thank you.
اینم از لباسات، همینطور سرویس طلا و علنگوهات، همشو برات جمع کردم، میذارمشون تو این چمدون، با احتیاط ببر، باشه؟ منظورت از این کارا چیه؟ مگه تو با هم نمیای؟ نه، قراره نایلا باهات بیاد. بفرما پسرم. ممنون. خبر تازه. طبق خبری که به دستمان رسیده، امروز صبح مقابل دادگاه در یک حمله مسلحانه، یک زندانی زخمی و یک زندانی موفق به این شد که از دست ماموران فرار کنه. پلیس هنوز در این مورد اطلاعات کافی نداده است. طبق آخرین آماری که در اختیار من گذاشتن، گفته می شود که این زندانی متهم به قتل شوهر خاله خود می باشد و در کنار این به دزدی و اذیت و آزار خیابانی نیز متهم شده است. مجرم از منطقه حیدرآباد است. نه، خب تمام زندونی ها شبیه هم دیگه هن. قاسم چطوری میتونه فرار کنه؟ نه، حتما یکی دیگه است. الو، برای پسرم. باید اینکه خیلی بد شد. نگران نباش، من خبرشو میگیرم. باشه؟ گریه؟ چرا گریه میکنه ها؟ چی؟ گوشی رو بده باش، میخوام حرف بزنم. الو مومنه، دخترم عزیزم، اصلا جای نگرانی نیست. ببین اون آدم از زندان فرار کرده. حتما پلیسا دارن دنبالش میکردن. امروز نتونن، فردا دستگیر میشه. صبر باش دخترم، این یه امتحان از طرف خدا است. باشه؟ ما باید تلاش کنیم با صبر و حوصله از این امتحان بیرون بیاییم. آره، انشالله همه چی درست میشه. باز چی شده؟ خودت که شنیدی؟ اگه اطلاعات بیشتر میخوای تلویزیون رو روشن کن و ببین. آقا عرفان، میخوام یه حرف مهم بهتون بزنم. اگه مشکلات آدمای بیرون از خونه تموم شده، به مشکلات خونه و بچهای خودتونم توجه کنیم. بچه حرف میزنم، اول باید تماس بگیرم. الو، آبده، این چه بچه بازیه؟ ببین، خیلی دیرت میشه. چرا همه چیو به هم ریختی دختر؟ بودو، زود باش، عجله کن. مگه نمیخوای عروس شی؟ نه خیر، نمیخوام عروس بشم. نمیخوام هیچ جایی برم. دلم میخواد اون قاسم عوضی رو پیداش کنم و با دستای خودم خفش کنم. چطور پلیسا میتونن اجازه بدن فرار کنه؟ چطور میتونن اینقدر بیمسئولیت باشن؟ بیمسئولیتی هم حدی داره. اون تو زندگیش باید همیشه فرار کنه. اون با فرارش نمیتونه خودشو نجات بده. مطمئنم خیلی زود گیر میافته. اون فرار کنه، گمشه یا بمیره، هیچ فرقی نمیکنه. اون زندگی ما رو که جهنم کرده، مگه نه؟ من اصلا نمیفهمم چرا خدا همش میخواد ما رو امتحان کنه. این حرفا چیه میزنی؟ ساکت بیا اینجا عزیزم، بیا پیش من، بیا بهت میگم. بشین، حرفمو گوش کن. میدونی امروز زیباترین روز زندگی تو عزیزم، یه روز مهم. کسی اینجوری شکایت نمی کنه. وقتی خداوند میخواد ما رو امتحان کنه، پس ما باید ازش سر بلند بیرون بیاییم. تو خودت به هم بگو،
هیچ وقت فکرشم میکردیم که مراسم عروسیت اینقدر قشنگ و مجلل باشه. عمو عرفان که حق دوستیشو خیلی خوب ادا کرد، اما خاله بتول چه اتفاقایی که براش نیفتاد ولی اصلا اخلاقش تغییر نکرد. خداوند اونو اینقدر سنگ دل آفریده که نمیتونم درک کنم. ولی من میتونم درکش کنم. اون روحام و عروجو خیلی دوست داره. خیلی سخت میشه وقتی بچه تو با یکی دیگه شریک بشی. اینو از وقتی متوجه شدم که برای سمی مادری کردم. وقتی سمی یه مدت خیلی طولانی تو بغل خاله فهیمه میمونه، من یه جور عجیبی بیقرار میشم. آبجی، سمی فعلا خیلی کوچیکه. من میتونم حساسیت تو رو در مقابل اون درک کنم، اما اصلا نمیشه با داداش روحام و عروج مقایسش کرد. حالا ببین، از حساسیت زیاد به اینا یه روز دیوونه میشه. چی داری میگی؟ اون مامان روحامه و مادر شوهر جنابالی. خدا باید بهت رحم کنه. انشالله به امید اون روزی که تو رو به عنوان عروسش قبول کنه. روحام قول داده بود تا زمان ازدواج تو اینجا بمونه. امروز آخرین روز قولشه، ولی من خیلی بهش امیدی ندارم. اون واقعا خیلی تو رو دوست داره، هیچ وقت هم بهت خیانت نمی کنه. قدرشو بدون. اما عشق یه مادر همیشه برنده میشه. من این واقعیت رو نمیتونم منکر بشم. آبروی من را که جلوی همه بردی. منم دنی کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از این که تو را از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیابرو کنه. کنین آقا عرفان، بس کنین. من دیگه کاسه صبرم لبریز شده. این ابراری که زندگی بچه‌هامو خیلی وقت تبدیل به جهنم کرده. اگه هنوزم اینو درک نکردی، پس کی میخواین درک کنین؟ بچه‌های ما؟ آره، بچه‌های ما. عروج و روحان بچه‌های ما هستن، اما شاید شما فراموش کردین. اگه از مشکلات بقیه وقت اضافه آوردین، به این فکر کنین که برای خانواده خودتو چه اتفاقی افتاده. من خیلی هم خوب میتونم برای خانواده‌ام چه اتفاقی افتاده. پسرم هنوز نتونسته به زندگیش سر و سامان بده. دخترم داره طلاق میگیره. چنون با شوهرش احساس خوشبختی نمی کنه. یا شایدم شوهرش خوشبخت نیست. میدونی چرا این اتفاق افتاده؟ چون اینا همش تقصیر تو. کافیه دیگه. تو این خونه هر اتفاقی افتاده، مسئولیتش فقط با شماست که با ابرار طرح دوستی ریختین. پارچه این مخملی هیچ وقت با کتان وصله نمیشه. خودتون نتیجهش رو دیدین. تنها پسرتون خونه خودشو که اینجا باشه رو رها کرده و داره وقتشو تو اون خونه هدر میده. این چیزایی که میگی همش توهمات ذهنی توه. و تا وقتی این توهمات از بین نره، این خونه رنگ آرامشو نمیبینه. اگه روحام و فزه با هم ازدواج میکردن، امروز عروج مجبور نمیشد طلاق بگیره. و اگه تو هم میذاشته عروج با جبار بره سر خونه زندگیشون، امروز اونا طلاق نمیگیرن. نخیر، این دروغه، مزخرفه. جبار هیچ وقت عاشق عروج نبود. من برای این طرز فکر افسوس میخورم. تو تا با امروز نذاشتی خونه دخترت آباد بشه. اون با شوهرش خیلی خوشحال بود، ولی تو نذاشتی اونا خوشحال بمونن. همیشه بین اونا یه مانع درست میکردی. بس کنین. شما تمام این تقصیرها رو گردن من انداختین. چون تمام این مشکلات از تو و گردن تو هم میمونه. من اگه هر کاری کردم فقط به خاطر آرامش عروج کردم.
هرچی نباشه اون دختر منه و من دشمن خوشبختیش هرگز نیستم. خوشبختی فقط با آرامش به دست میاد. اگه آرامش تو این خونه های بزرگ بود، اون وقت تو دیگه از من درخواست طلاق نمی کردی، بلکه با آرامش تو این خونه زندگی می کردی. انشالله همیشه خوشحال باشی. ای بابا آبجی، تو میدونی که من کی خوشحال میشم؟ وقتی تو رو کنار داداش روحان با لباس عروس ببینمت. تو اون خونه فقط تو و داداش روحان باشی. دیوونه شدی دختر؟ من که چند مرتبه عروس نمیشم. میدونی مومنه، الان دقیقا شبیه مامان شدی. کاش مامان امروز اینجا بود. مطمئنم اگه بود بهم گیر میداد، میگفت اینجوری نشین، اون کارو نکن، مراقب مادر شوهرت باش، نبینم فرازو اذیت کنی. برای این گیر دادن و من اینجا. تو نگران نباش، خودم این حرفا رو بهت میگم. مادر نیستم، ولی مثل مادرم. آبجی تو مثل مادر نیستی، بلکه برای من و سمی خود مادری. ولی سمی نزاش که تو هیچ وقت احساس کنی یه تازه عروسی. اینجوری نیست. نشنیدی مردم میگن زن ها ذاتن مادرن؟ تموم احساسات مادرانه همشون به یک میزان و اندازه تو دل همه ما ها وجود داره. مادر بشم یا نشم، به خودم قول دادم همیشه برای فراز مثل یه تازه عروس بمونم. خداوند همیشه همینجور خوشحال نگهت داره. دوست دارم آبجی، خیلی دلم برات تنگ میشه. من چجوری بدون تو زندگی کنم؟ یعنی چی چطور زندگی کنم؟ پیش من نمیای؟ شماره کیه دیگه؟ الو؟ الو خاله، من قاسمم. تو کجایی؟ میخوام ببینمت. زود بگو که فرصت ندارم. قاسم احمق، تو کجا هستی؟ کدوم روز نحس بود که من مسئولیت بزرگ کردن تو رو قبول کردم؟ خدا کنه بمیری و جنازتم پیدا نشی. این حرفا رو تموم کن خاله، بهم بگو الان کجایی؟ خودت کجایی؟ ها؟ به من بگو، همین الان گزارش تو به پلیس میدم، بگو. اگه یه وقت به پلیس چیزی بگی خاله، شک نکن میکشمت. برو بچه برو، مگه من از این تهدیدات میترسم؟ اصلا بهتره که منو بکشی، حداقل از شر آدمی بیشوری مثل تو راحت میشم. حرفمو با دقت گوش کن خاله، به من بگو کجایی، وگرنه مجبور میشم بیام خونت. نمیخوام ببینمت، میفهمی؟ برو هر کاری که دلت میخواد بکن. امروز عروسی عابد است، منم خیلی سرم شلوغه، دیگه وقت ندارم. به به، اول عروسی مؤمنه، الانم عابده. حرفمو با دقت گوش کن خاله، من خیلی وقت کم دارم. تو باید دختراتو قانع کنی که اونا خیلی زود برن کلانتری. باید کاری کنی شکایتشونو پس بگیرن. الان دارم بهت میگم خاله، اگه پلیسا بخوان دوباره منو بگیرن، اون وقت زندگی همتونو جهنم میکنم. با خودت چی فکر کردی؟ که من از این تهدیدهای پوچو تو خالید میترسم؟ آن؟ بعد
که من خالتم. تو هنوز منو نشناختی؟ گوش کن، هر کاری میخوای بکنی بکن. دارم بهت میگم، اون کارایی که تو انجام دادی باید حتما تاوانشو پس بدی. در ضمن اگه این دختران بخوام ببخشنت، ولی من به هیچ وجه از خونه شوهرم نمیگذرم. از زندگیم قابشو برو بیرون. اگه یه بار دیگه بهم زنگ بزنی اون وقت بهت نشون میدم کی هستم. نه ظاهرا اینطوری قبول نمیکنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده خاله فهیمه؟ کی بود؟ داشتین با کی حرف می‌زدین؟ قاسم زنگ زده بود. قاسم؟ چقدر جرأت داره؟ نه نه، من حسابشو گذاشتم کف دستش. دعوش کردم که دیگه اینجا زنگ نزنه احمق. اون چی میگفت؟ اون میخواد که شما دوتا خواهرا اونو ببخشین و شکایتتون رو پس بگیرین. و اگه شکایتمون رو پس نگیریم؟ نیازی نیست که شکایت رو پس بگیرین. هیچ کسی شکایت رو پس نمیگیره. اون مرتکب گناه شده بایدم جزاشو ببینه. وقتی زخم جراحت کنه باید قطع کنیم و دورش بندازیم. منم اینو یاد گرفتم. خداوند بهمون کمک کنه. انشالله. تو نگران نباش. ببین، امروز عروسی عابد است. تو اگه ناراحت باشی کی مراقب اون باشه؟ من هستم نه؟ من حواسم به این چیزا هست. تو فقط امروز خوشحال باش. باش. قاسم. خانم جان، اون چی شده؟ عروج خانم، بگو ببینم عروج چی شده؟ خب عروج خانم تو اتاقشون بیهوش افتادن. وقتی من براشون چایی بردم دیدم اصلا بیهوش نیستن. من دیگه با این دختر چی کار کنم؟ چقدر باش حرف زدم؟ دریغ از این که یکم به حرفم گوش بده. طلاق گرفته انگاری دنیا به آخر رسیده. تو یه کاری بکن، برو هم زنگ بزن و بهش بگو ما داریم عروج رو میبریم بیمارستان، اون بیهوش شده. اما خانم جون اون هر چی گفتم همونو انجام بده. از گوشی من بهش زنگ بزن. آقا روحان، آره الان خوب شد. انگشترمو به هم میدی؟ آرایشم خوب شده؟ بفرمایید. ولی داخل این که انگشتری نیست. ای بابا، انگشتر من کجاست؟ همینجا گذاشته بودم. ممکنه تو خونه جا گذاشته باشین. زنگ بزنیم بپرسیم. آره. آماده شدی آبجی؟ تو نگران نباش، الان روحامو میفرستم بیاد. آره آبجی آماده شدم، ولی یه مشکلی پیش اومده. فکر کنم انگشترمو جا گذاشتم. عابد چی داری میگی؟ با دقت ببین، من خودم کنار طلاهای دیگت گذاشتم. تمام وسایلمو زیر و رو کردم پیداش نشد. ببین لطفاً یه کاری کن، برو زیر تخت و اینور اونور رو ببین. من تو عصبانیت همه چیزو به هم ریختم، شاید اونجا باشه. وای عابد، از دست تو من چیکار کنم؟ یه کارو درست انجام نمیدی. آبجی لطفاً به داداش روحان بگو زودتر بیاد دنبالم، یا اینکه رانندشونو بفرسته. من منتظر میمونم و فعلا موهامو درست میکنم. باشه باشه، خیلی خوب، دنبالش میگردم. تو گوشیو قطع کن و منتظر باش. باشه، منتظر میمونم. منم با این کارام. روحامون
از خونه تماس گرفته بودن. حال اوروش خیلی بد شد و بابام خونه نیست. مامان اونو تنهایی برده بیمارستان. تو الان باید کنار اوروج باشی. اصلا یه کاری کن، برو بیمارستان. ولی اینجا بودنم هم الزامیه. ولی ما هنوز وقت زیاد داریم. فقط یه سری کارای کوچیک مونده و یکی باید بره دنبال عابده. خودم انجامش میدم. همین. مطمئنی که از پسش برمیای؟ معلومه که برمیام. الان تو باید کنار اونا باشی. اگه پیش اوروج باشی خیال منم راحت تره. خانواده فراز که حرکت کردن، منم بهت خبر میدم که مستقیم بیای اونجا. باشه، پس تو با خود راننده برو. نه، خودت به ماشین نیاز داری، من با تاکسی میرم. ببین، ماشین مال من و به راننده هم من حقوق میدم، نه خود مامان. سر هر چیزی با من بحث نکن، فهمیدی؟ نه فهمیدم. که اینطور. وایستا، داری میری آرشگاه نه؟ خودتو خوشگل کن. من میخوام همسرم زیباترین دختر مجلس باشه. و اگه نتونستم خودمو خوشگل کنم چی؟ اینو دیگه باید از من بپرسی. عجله کن. باشه. دیر شد، کجا موند؟ یه زنگ بزنم. الو آبجی، کجا موندی؟ ساعتو ببین، خیلی دیر شده. پس کی میرسی؟ عابد، من تو راهم، دارم میام. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگلتر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. آبجی از خونه زده بیرون، یعنی هنوز نرسیده. خدایا خانم بشینید، وگرنه آرایشتون خراب میشه. آرایشم به درک. چرا گوشیش خاموشه؟ خیلی دیر شده. چرا آبجی هنوز نرسیده؟ انشالله خیر باشه. به داداش روحام زنگ بزنم. داداش روحام، داداش روحام، سلام علیکم. آبجی خیلی وقته که از خونه زده بیرون، ولی هنوز نرسیده آرایشگاه. شما میدونین کجاست؟ الو عابده، من بیمارستانم، اوروج الان تو اورژانسه. من بعدم بهت زنگ میزنم. باشه. الو، پس تو چی کار میکردی؟ الان کجایی؟ همونجا بمون، من میام. من الان دارم میام.
دعا کنون که همه چی خوب پیش برم. هر جا که هست سلامت باشه. اصلا نمیدونم چرا باید تو تقدیر دخترای من اینجور خوشحالی ها ناقص نوشته بشه. تو دختر خیلی قوی هستی، صبور باش، همه چی درست میشه. داداش رو از آبجیم خبری نشده. آبجیم کجاست؟ چرا اونا آبجیمو با خودشون بردن؟ اون که با هیچ کسی دشمنی نداشت. داداش رو هم چرا کاری نمی کنین؟ لطفا بهم بگی. آروم باش، آروم باش، اون هیچیش نمیشه. تو لطفا خودتو کنترل کن. اون بیرون همه مهمونا منتظرتن. مسئولیت مؤمنه با منه، همسر منه، بیشتر از همه من نگرانش. لطفا تو مراقب خودت باش، به خاطر آبجیت لطفا. آبده دخترم، همه چی خوب میشه، صبور باش. نگران نباش آبده، احتمالش هست که یه گروگانگیری ساده باشه. بابا، خاله، حواستون به همه چی باشه. بیرون هیچ کدوم از مهمونا نباید از این اتفاق بویی ببرن. نگران نباش پسرم. آبده بریم بیرون. بریم دخترم، همه منتظرم. نه خاله، من جایی نمیرم. تا وقتی آبجیم نیاد من هیچ جایی نمیرم، از جام تکون نمیخورم. آبده، تو به من اعتماد داری نه؟ من بهت میگم مؤمنه هیچیش نمیشه، من نمیذارم چیزیش بشه. اونایی که این کارو کردن من راحتشون نمیذارم. ولی الان لطفاً تو باید با ما همکاری کنی. برو بیرون، همه مهمونا منتظرتن. من هستم و حواسم به همه چی هست. برو. سجنا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خانم جان، غذا میل داریم براتون بیارم؟ نه، فقط منو تنها بذار. لطفاً این چراغم خاموش کن. مامان کجاست؟ گوشیم دستش مونده. لطفاً برو بیارش. تو برو بیا بگیر اینم گوشید. الان چطوری؟ تو که من از نگرانی کشتی. شما نمیخواد نگران من باشی. برین و به استراحتتون برسی. ببین اروج، زندگی تو با نبودن جبار تموم نشده که بخوای به خاطرش افسرده یه گوشه بیفتی. منم همین فکر رو میکردم که نبودن یه نفر چه فرقی به حالم داره، اما این کار فرق داره، خیلی هم زیاد فرق داره. اینا همش حرفای بیهوده است، فهمیدی؟ مامان شما خیلی سنگ دارین، خیلی بی‌احساسین، یه ذهن مریض دارین، باید خودتون رو درمان کنین. خفه شو دیگه، داری زیادی چرت و پرت میگی. من خبر نداشتم که تو این خونه کی چه وقت دوچار تب عشق میشه و مریض افسرده یه گوشه میفته. تب عشق؟ خیلی خوب گفتین، ولی شما اینو قبول ندارین مگه نه؟ حالا چی شده که یهویی از تب عشق حرف میزنین؟ بذارین بخوابم، از اینجا برین. موسیقی
نمیدونم چی کار کنم، کجا دنبالش بگردم. اگه کسی برای پول این کارو کرده بود تا الان باید تماس میگرفت. خدایا چرا همیشه برای مؤمن اتفاق میفته؟ رام اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ ببین تو تقدیر مؤمنه خوشحالی هست، ولی اون حسادتی که تو وجود مامانته خوشحالی اون دختر بیچاره رو نابود میکنه. این حرفا یعنی چی؟ شما چی میخواییم بگی؟ دهن کوچیک حرفای بزرگ، اما مؤمنه هیچ دشمنی نداره به جز مامان تو. شما چی دارین میگی؟ دارین به مامان من تهمت میزنین؟ من تهمت نمیزنم، واقعیت رو میگم. همه همین فکر رو میکنن، حتی شاید خودتم همینطور. خالی خالی آنکھوں میں تو ہی بسا تھا، منت مراد میری تو ہی دعا تھا، رشتوں کے مان سارے جھوٹی کہانیاں، ہوتی نا آسان رب یاد بھلانیاں. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.